فاسألوا الذكر كنتم لا تعلمون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواهرم پرسان کردن که کسی رب دوست دارن مورد علاقه شان است میخواین به وارسی بکنن اولین چیزی که خواهرم خیلی مهم از در اسلام شرم و حیا هست انسان باید حیای خدا اما ناموسی که الله سبحانه و تعالی به او داده عفتی که به او خصوص به خواهرها الله سبحانه و تعالی که معفت امو حیایی که به شما داده به چشم شما به قلب شما به جواری بدن شما در خود فطرت شما یک حیا هست سعی میکنیم ما شما که امو حیا و فطرت خدا نگاه بکنیم و این خیلی مهم است برای یک انسان مسلمان که امو فطرت خدا نگاه بکنه امو حیای خدا نگاه بکنه عفت خدا نگاه بکنه عزت خدا نگاه بکنه معمولا چنین است که سنت بر این است که مردها برای زنها یا دخترها خواستگار می آین. اما ای که دختر خودش می خواهد که یک نفر پشتش خواستگار به خیلی خیلی ندرت است در جامعه مسلمان پس شما اگر راستی کسی مورد حلاقه دارید بهترین راه همی است بهترین راه اسلامی همی است که اونا خاطر خواستگاری شما به خانه شما به شکل شرعی بیایند و از پدر و مادر شما او را بخواین و بدون شک اسلام دین خیلی عالی هست خیلی دین بزرگی هست اسلام دین است که کامل است همه چیزایی فطری را در نظر می گیره پس پدر و مادر شما بدون اجازه شما نمیتونه شما را به کسی بده که شما خوش ندارین طبعا وقتی که اونا به خواستگاری آمدن اگر مورد پسند شما قرار گرفت یا شما را پدر و مادر شما با شما مشوره میکنن پس شما بله میگویند به خاطر که اونا هم مورد خوش, شما هست و شما برای خوش دارین که شوهر آینده تان باشه پس در اون صورت بهترین رای شرعی همی است که اونا به خانه شما به خواستگاری اسلامی و شرعی بیاید و شما هم درکت نماز بخوانید و استخاره بکنید و ادمین محترم خواهش میکنیم که بر شما دعای استخاره رو روان بکنن و این دعا دعای استخاره دعایی است که بر شما بسیار زیاد کمک میکنه بعد دره که دره از اینکه درکت نماز خواندین با وضو با دل جمع با اخلاص دعا رو بخوانین وقتی که دعا رو خواندین دی دعا به شکل تصویری مجول کردیم در دو جای خانه خالی هست دمی خانه خالی اول و دوم وقتی که رسیدن شما میتونین از روی تلفن بخونین از که پرنت بکنین از روی کاغذ بخونین وقتی که در جایی که خانه خالی از اونجا رسیدین فقط امیر نیت بکنین که یا الله اگر امی خواستگاری اگر امی پیوند در خیر ما هست با دوزو امیر به خیر ما بساس و اگری به شر ما هست با ما خوب نیست الله سبحانه و تعالی تو همیره از ما برطرف بکن پس ای دو دعای استخاره را که شما خواندین برای شما الله سبحانه و تعالی مشوره می تا چرا مشوره که دمی موضوع بر دلگرمی پیدا میشه یا دل سردی پیدا میشه اکثریت مردم میگه که نخیر خواب میبینین نخیر چون این نیست خواب شرط نیست یا دلگرمی پیدا میشه یا دل سردی پیدا میشه طبعا شما که این مرد مورد علاقه شما هست با شما طبعا که دلگرمی پیدا شده و دلگرمی پیدا خاط شد به خاطر که شما را علاقه دارین که مرد زندگی شما باشه اما این استخاره کار خدا میکنه چرا رقم که و دارین میاین شاید شما قبول بکنید و شاید پدرتان قبول بکنه منظور بکنه کارها پیش میره اما چیز پیش میره و اگر در خیرتان بود همین استخاره باعث از این میشه که کارها به بسیار خوبی و با آسانی و بسیار اما تو تیز به سرعت پیش بره اگر این مرد به خیرتان نبود شاید یک سال با شما عروسی کنه یک روز با ملاقه با دیک با بکس با ب... یک چیزی بر روی و به صورت شما حواله بکنه شما را معیوب بکنه و پای و دست شما را بشکنه یا شاید شاید یک مرد نیست که برای شما اولاد خوب بیاره یا هزاران هزار دلیل دیگری هست که الله به او واقف است سبحانه و تعالی اما بندگان واقف نیست پس ای کار به مخوبی پیش میره تا اگر می میرسه اگر بود دنجا باز یک بندش پیدا میشه یک مشکل پیدا میشه یک مشکلی که هر, طرف که بدوین اون مشکل حل نمیشه پس ای به این معنا هست که ای الله سبحانه و تعالی مشوره داده بر شما که به خیر نیست به خوبی نیست پس در اون صورت به اون بندشا ای از سر راه شما دور میشه و مانع ایجاد میشه و چون به خیر نیست الله نمیخواد که ای با شما باشه پس در اون صورت شما هم این را آیستایستر میکنین و از دلتان دور میشه و در دلتان سردی پیدا میشه استخاره بسیار وسیع است موضوع استخاره بسیار زیاد بزرگ است متاسفانه اکثریت مردم و حتی بعض علما هم دهی برای انقدر تفصیل خوب ندادن یعنی استخاره بعض مردم میگه من رنگ نسواری خواب دیدم رنگ سیاه خواب دیدم شب چونین خواب دیدم با این بودم آن بودم هیچ ارتباط با استخاره را داره چونین خواب چرا بعض وقتا شیطان خو میفهمه جنیات میفهمه که شما استخاره میکنین پس او جنیاتی که در خانه هست در اطراف ما هست یا شاید در بدن ما بعض وقتا جنها باشه پس اینا چی میکنن؟ اینا با, با ما بازی میکنن با فطرت ما بازی میکنن با چی با ما با ما زندگی ما بازی میکنن با یعنی یا بسیار زیاد خوش دارن که بازی بکنن مثلا نفر در اعصابش بنشینن او را کور یا در اعصابش بشینن او را کر بسازن. یا در کمرش بشینن یا در جای دیگه اعصاب مرکزی را فشار بدن او را فلج بسازن به این شکل بعض امراض هست که توسط اجنه و جنیات به انسان پیدا میشه که در این ما زیاد بحث ها کردیم اما در عین وقت وقتی که شما استخاره کردین اینا خب که شما استخاره میکنین و تمام اوضاع ما مراقبت میکنن پس او چه میکنه؟ در خواب شما همین شیطان میایه و بر شما دلگرمی میده پس ای یک دلگرمی کاذب است یک دلگرمی دروغ است یک دلگرمی دروغینی هست که حقیقت نداره اما استخاره اصلی امو استخاره است که الله سبحانه و تعالی در دل انسان در قلب انسان یا دلگرمی پیدا میکنه یا دل سردی پیدا میشه. و اما در بعض اوقات باریکی های داره به مثال شما که قبلا اون مورد علاقه تن است در دل شما دلگرمی هست چون شما دلگرمی دارید به این شخص اگر استخاره هم بکنید دلگرمی هست پس شما به اقدام میکنید پیش میرید و اگر به خیرتان نبود در جایی میرسه که یک بندش پیدا میشه یک مشکل ایجاد میشه یک کار میشه به طور مثال یک روز شما میرین به طور مثال میگم میره لیسه مریم که یک خریداری بکنین در اونجا میبینین که ای با یک دختر دیگه صحبت میکنه یا یک, یک عمل رزی میبینین یا یک عکس عمل رزی میبینین یا یک چیزش به گیر شما میاد پس او وقت شما دل سرد میشن استخاره به این میته که الله سبحانه و تعالی به شما کمک میکنه تا چیره اصلی زیره بشناسین تا, تا دل شما اگر راستی بر شما خوب باشه الله سبحانه و تعالی دگام شما را دگر میسازه کار آیتان را ساده و سهل میسازه و اگر الله سبحانه و تعالی مشوره داد که نه برتون خوب نیست کار به کندی پیش میره بندش پیدا بشه مشکلات خلق میشه بعضی چیزها فاش میشه بعضی پرده ها اوریان میشن چراها اوریان میشن پرده ها پایین می و چیزا را شما میدانین پس این است حقیقت استخاره از ادمین محترم خواهش میکنیم که تا دعای استخاره را بر شما روان بکنن از بارگاه داریم که الله سبحانه و تعالی شما را خوشبخت بسازه و ان که شما هم یک دختر نجیب و شریف و با عزت هستین شما هم در دین و در اسلامتان کوشش بکنین خواهرین و درس های ما را تعقیب بکنید الله سبحانه و تعالی شما راضی باشه آمین یا رب العالمین